سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 12 ماه اسد سال 1369 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 3 ماه اگست سال 2010 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر از کشور. هشدار براک اوباما با هراس افغانان در بخش‌های قبائلی پاکستان. پشتیبانی مقامات ارتش پاکستان از عملات انتحاری در افغانستان. و قتل و سرقت در نمایندگی کابل بانک در شهر مزار شریف. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. هیچ کسی به فکر ایجاد یک دموکراسی نمونه در افغانستان نیست. براک اوباما با ساری مطلب میگوید آنچه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان انجام میدهد دشوار است، اما پیروزی در این کار ناممکن نیست. در این حال براک اوباما در تازه ترین سخنانش هشدار میدهد که وجود پناهگاه هراس افغانان در بخش های قبایلی پاکستان دیگر قابل تحمل نیست. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در میان شماری از معلولان جنگی ایالات متحده آمریکا سخن می گفت افزود که ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای اوباما می گوید که هرچند این ماموریت در افغانستان سخت و دشوار است، اما با وجود چالش ها با موفقیت همراه خواهد بود. با وجود روبرو شدن چالش های بزرگ، ماموریت خود را در افغانستان ادامه می دهیم. اما مهم این است تا مردم آمریکا بدانند که ما پیشرفت می کنیم و ما به اهداف واضح و عملی متمرکز هستیم. در همین حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تلاش های جدی برای شکست القاعده و طالبان سخن می زند و می گوید که دیگر موجودیت پناهگاه های هراس افغانان در آن سوی مرزهای افغانستان قابل قبول نیستند. در پاکستان ما می‌بینیم که دولت در بخش‌های مرزی اقداماتی را در برابر تندروان مسلح آغاز کرده است و القاعده و رهبران این گروه صدمه دیدند، زیرا ما در این بخش‌ها و در آن سوی مرز نمی‌توانیم پناهگاه‌های القاعده و دیگر شورشیان تندرو را تحمل کنیم. ما القاعده را مختل می‌سازیم، خل صلاح می‌کنیم و در نهایت این شبکه را شکست خواهیم داد. از سوی هم آقای براک اوباما در گفتگوی با تلویزیون CBS گفته است که هیچ کس در افغانستان در تصور یک دموکراسی نمونه نیست. با این همه هرچند رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است، اما رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به طالبان هشدار می‌دهد که در انتظار فرارسیدن ماه جولای سال 2011 میلادی نباشند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که بخش بزرگی از نیروهای آمریکایی پس از این تاریخ هم در افغانستان باقی خواهند ماند. در این حال معاون پیشین نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، رئیس ارتش و سازمان استخبارات نظامی پاکستان را سازمان دهندگان خشونت ها در افغانستان می داند. کریس الکساندر در گفتگوی با یک رسانه کانادایی می گوید که جنرال اشفاقیانی از عملات انتحاری در شهرهای افغانستان پشتیبانی می کند. کریس الکساندر معاون پیشین نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، سازمان استخبارات نظامی پاکستان و جنرال اشفاق کیانی رئیس ارتش این کشور را با مداخله در امور داخلی افغانستان متهم می کند. این دیپلمات کانادایی در گفتگوی با یک رسانه کانادایی گلوبن میل گفته است که اگر پاکستان از طالبان و متحدانشان پشتیبانی نمی کرد، تا کنون این گروه از هم می پاشید. اگر خشونت ها از داخل افغانستان منشأ می گرفتند، تا حال دیگر طالبان موجود نمی بودند. ISI یگان محرک و سازماندهی درگیری ها در افغانستان است. هرچند جنرال کیانی و دیگران دخالتشان را نمی پذیرند، اما اسناد ویکیلیکس نشان دهنده دخالت وسیع آنها در تمامی بخش ها هستند. بدون حمایت نظامیان پاکستان، جنگجویان امارت اسلامی افغانستان تا حال از هم می پاشیدند. صلح و گفتگو حتمی می بود. از سوی همین دیپلمات کانادایی میگوید که جنرال اشفاق کیانی خواهان پایان یافتن ماموریت ایندی ها در افغانستان است. از همین رو از جنگ های مخالفان مسئله حکومت افغانستان به خاطر دور نگه داشتن ایندی ها پشتیبانی می کند. به باور آقای الکساندر، جنرال کیانی در واشنگتن گفته است که به راهبردش پایدار خواهد ماند و راهبرد وی داشتن یک افغانستان بدون دخالت های ایندی ها است. جنرال کیانی با آقای کرزی در بهار همین سال گفت که آمدن صلح در افغانستان با بسته شدن کنسولگری های هند در این کشور ممکن است. وی گفتگو را با رهبران طالبان پیشنهاد کرد و آن را یک راه حل خواند.
این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید که افغانستان به هیچ کشور اجازه نمیدهد تا در امور داخلیش مداخله کند. در همین حال شماری از سناتوران افغان در این باره دیدگاه های گوناگونی دارند. معلومات های داریم، سند های داشتیم، شواهد داشتیم که مستقیما مداخله در عرصه کرده بود و فعلا این خودش آشکارا یا نمایان میسود به تمام مردم ملت که پاکستان آنقدر دست بالا داره که طالب یعنی پاکستان، پاکستان یعنی طالب. پاکستان دغه چې د اعلان کړی دی چې د هندوستان کنسلګری دی نه دی، دا مطلق د پاکستان مداخله ده چې کوي. افغانستان یو آزاد خپلواک هیواد دی، دوی دی زموږ په کورنیو چارو کې لاس نه وهي. این دیپلمات کانادایی و مقام پیشین سازمان ملل متحد مداخله گسترده پاکستان را در امور داخلی افغانستان مخالف قوانین سازمان ملل متحد و یک تهدید جدی برای صلح جهانی می داند و برای جلوگیری از آن خواهان گفتگوهای جدی شده است. حکومت افغانستان به عاملان بمب‌گذاری‌های اخیر در کشور هشدار می‌دهد که جنگ در برابر آنان ادامه خواهد یافت. سخنگوی رئیس جمهور کرزی تاکید می‌ورزد که مسئولان کشتارهای غیرنظامیان مشمول برنامه صلح نخواهند شد. اما شمار از آگاهان بدین باورند که روشن نبودن چگونگی گفتگوها با مخالفان مسلح دولت افزایش خشونت‌ها و تلفات غیرنظامیان را در کشور به دنبال داشته است. 5 کودک در حال صبح دوشنبه در یک حمله انتحاری در شهر کندهار جان باختند که در این روز در رویدادهای در بخش‌های دیگری از کشور شمار زیادی به شمول 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. درباره تلفات خشونت‌ها در کشور هم ورای آمارهای متفاوتی را می شوند. اما هفته پیش رئیس جمهور کرزی برای نخستین بار آمار دقیقی را از تلفات خشونت‌ها در یک روز به رسانه‌ها داد. در این میان افزایش عملیات های نظامی به خاطر آوردن فشار بر مخالفان مسلح دولت و نیز خواست حذف نام های کسانی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تلاش های کابل و جامعه جهانی برای پیوستن مخالفان مسلح دولت و روند گفتگو به شمار می روند. در پیوند با این تلاش ها ده ها فرد متهم به هراس افکنی و همکاری با مخالفان مسلح دولت هم از زندان های در کشور آزاد شدند. هرچند پیشتر رهایی شماری از مخالفان مسلح دولت از زندان ها جنجال برانگیز هم بودند. کسایی که علیه دلایل نظام کافی است مستقیما از صحنه جنگ گرفته شده و مسلح بوده او قسم مردم مردمی هستند که باید محاکمه شوند. زه دلته په درین بلا کې افسر ما بس یو نیم کال می وظیفه اجرا کړه. بعد یو نیم کال بس یو نفر په نام دی عبدالغنی مونږ ته ویل چې تاسو دلته په وظیفه کې مونږ ته ویل چې تاسو واسکټ راوړي وو ته څنګه چم راوړی ځا شم راوړی ځا شم بس اول مکه نیم ته درې کال او دوی مکه نیم نیم کال دغه د اوس پاساس د فرمان دی جمهور منګه پسو از سوی همچنین پنداشته می شود که تا کنون تلاشا برای پیوستن مخالفان مسلح دولت بر روند گفتگو به جای نرسیدند. از یک طرف اگه تلفات ملکی وی کشتارهای بیرمانه ادامه داشته باشه و از هم جلو آدرس مذاکرات نامشخص باشه و فکر بکنه از این مذاکرات ما چیزی به دست نمیاریم به جز اینکه مردم افغانستان تلف شده. با کسایی که طفلای افغان میکشن، کسایی که فاجعه دیروزه باعث شدن، مرتکب شدن، با اونا جنگ مردم افغانستان، جنگ حکومت افغانستان که نماینده مردم افغانستان هست ادامه خواهد داشت. نقش کشورهای همسایه برای پیاده شدن ثبات در افغانستان و عملی شدن روند گفتگو میان حکومت و مخالفان لازمی گفته می شود و مقامات آمریکایی و بریتانیایی همواره بر این موضوع تاکید کردند. هرچند نمایان شدن هزاران سند محرم ایالات متحده آمریکا در رسانه آشکار ساختند که شماری از این کشورها و به ویژه پاکستان به خشونت‌ها در افغانستان دامن می زنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 35 سازمان وابسته به گروه القاعده و 10 فرد وابسته به طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف کرده است. اما نام‌های این سازمان‌ها و افراد تا کنون از این سازمان اعلام نشده‌اند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر این تصمیم‌ها را از صلاحیت‌های سیاسی سازمان ملل متحد می‌داند. بدون بالا حذف نام 10 تن از اعضای طالبان از فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نام 35 سازمانی که گفته می شود با گروه القاعده پیوند دارند نیز از فهرست سیاه این سازمان حذف شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به این رویداد می گوید کسانی که دارای جرایم جنگی و ضد بشری هستند عفو آنان از صلاحیت های سازمان ملل متحد نیست. فهرست سیاه شورای امنیت یک تصمیم سیاسی شورای امنیت است که در این مورد اشخاص افرادی که نامشان در این لیست درج است، این لیست در موقف یک دلیل الزام نیست که
صرف دزدان 6 تن از نگهبانان کابل بانک را در شهر مزار شریف سر بریدند و بیشتر از 200 هزار دلار و اضافه تر از 3 میلیون افغانی را به سرقت بردند. این رویداد دیشب در نمایندگی کابل بانک در چوک کفایت شهر مزار شریف رخ داد. آمر امنیتی پلیس بلخ میگوید که بررسی های مقدماتی نشان میدهند که این دزدان از آشنایان کارمندان امنیتی کابل بانک بودند. این جسد های 6 تن از نگهبانان نمایندگی کابل بانک در شهر مزار شریف است که دیشب از سوی دزدان کشته شدند. آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید که این دزدان مهمانان نگهبانان کابل بانک بودند. 6 نفر را به شهادت میرسانم و در خزانه که 211,579 دلار آمریکایی بوده، او را کتی خود میبرند و در پولیش 3,497,195 افغانی پول افغانی بوده. این را با خود بردند. از سوی دیگر مدیر نمایندگی کابل بانک در شهر مزار شریف میگوید که هیچ کارمند این بانک حق ندارد که کسی را در داخل بانک با مهمانی فراخواند. همینطور دستور هست که کسی نباید اینجا مهمان باشد، در خانه خود باید مهمان باشد. در همین حال پلیس بلخ میگوید که در تلاش است تا با همکاری کارمندان کابل بانک قاتلان را شناسایی کند. حکومت در برابر دیدگاه‌ها درباره تجزیه افغانستان واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید که افغانستان هیچگاه تجزیه نخواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور کرزی با این دیدگاه سخت مخالف است. این گفته‌ها در واکنش به دیدگاه‌ها درباره تجزیه افغانستان بیان می‌شود. سخنگوی رئیس جمهور کرزی می‌گوید که حکومت و مردم افغانستان هیچگاه زیر بار چنین دیدگاه‌ها نخواهد رفت و از کشورهای خارجی می‌خواهد که این موضوع را از این بیش دامن نزنند. ما فکر می‌کنیم هی یک مقدار هم مطرح کردن از این صحبت‌ها بر مردم افغانستان، مردم افغانستان می‌فهمند که یک صحبت واضح برتون بگویم یک صحبت احمقانه است و یک صحبت است که از مغزهای مریض و از مغزهایی که دیگه چیزی بر گفتن ندارن مطرح میشه. از سوی دیگر آقای عمر بر شفافیت و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید می‌ورزد و میگوید که رئیس جمهور هیچ بهانه‌ای را برای تأخیر زمان برگزاری و عدم شفافیت در این انتخابات نخواهد پذیرفت. سخنگوی دولت حمایت رئیس جمهور را از نامزدان زورمند رد می‌کند. پریروز ایرا با حضور داشته نماینده های بین المللی و کمیسیون انتخابات و سایرین گفت که حکومت افغانستان هیچ عذری را مبنی بر یا به تعویق افتادن انتخابات و یا هم کاستی در انتخابات نخواهد پذیرفت. سخنگوی رئیس جمهور از آمادگی های یک نشست سی جانبه میان افغانستان، تاجکستان و ایران نیز خبر می دهد. فرمانده لوای چهارم پلیس مرزی حوزه غرب اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم شد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که جنرال ملهم در حدود 2 ماه پیش با جرم همکاری با قاچاقبران در ولایت هرات بازداشت شده بود. رئیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که بعد از بررسی ها و دریافت شواهد، فرمانده لوای چهارم پلیس مرزی ولایت هرات به جرم سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و در اختیار قرار دادن امکانات دولتی برای قاچاقبران دستگیر شد. وای می‌افزاید که این حکم محکمه ابتدایی بوده و شخص مجرم می‌تواند در مورد این فیصله استناف طلب شود. شما ملهم فرزند محمد عثمان، قمندان اسبق زون نمبر 4 پلیس سرحدی، متهم در قضیه مساعدت و همکاری با قاچاقبران مواد مخدر و عقص رشوه مبلغ 7000 دلار آمریکایی مطابق ماده 21 قانون مبارزه علیه مواد مخدر، اعتبار از تاریخ 22/3/1389 به مدت 10 سال حبس تنفیذی و جزای نقدی به تحویلی 2 چند معادل مبلغ عقص شده رشوه به خزانه دولت که نزد این محکمه تثبیت گردیده تسعیر به افغانی محکوم به مجازات شده. در این حال جنرال ملهم اتهام های وارده به خودش را بی اساس خوانده و می گوید که با این فیصله موافق نمی باشد. این جنرال در حال به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر محکوم به مجازات شد که گفته می شود هنوز هم افغانستان در تولید مواد مخدر در صدر تمام کشورهای جهان قرار دارد.